درس دوم صفحه 24 کتاب پلوس پونت دویچ سطح آی کتاب اولش یک از دوستانی که هنوز کانال خودشون رو سابسکرایب نکردن خواهش میکنم برن پایین همین ویدیو بکوبن دکمه سابسکرایب و بیان تو جمع ما سه سالن 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 یعنی اعداد 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 شماره یک نوشته تالن بیس تاوزند یعنی اعداد تا هزار هغنزی اون دان لاوت میگه بشنوید و بعد با صدای بلند بخونید خب اینجا ما یه صفت جدید داریم لاوت یعنی با صدای بلند خب همجور که میبینید بغل یک عکس بلنگو کشیده یعنی این قسمت سیدی داره و باید از توی سیدی گوش بدید تا شنوایتون هم حسابی خوب بشه خب همونجوری که میدونید ما اعداد رو تا 20 به شما درس دادیم اینجا میخوایم دیگه بقیهش رو به شما بگیم که دیگه هر عددی به شما بدن بتونید به راحتی اعداد رو بخونید خب عدد 20 بود 20 یا 20 گفتیم اگر به گ خط بشه کلمه ای اون رو میتونیم به ش تلفظ بکنیم پس 20 یا 20 جفتش درسته خب اینو از قبل داشتیم حالا میخوایم بگیم 21 ببینید اعداد در آلمانی نکته اینجاست که از راست به چپ خونده میشه یعنی برعکس همه چی مثلا 21 یک میگیم یک و 20 اینجوری میشه یعنی چی یک چی بود یک آین بود درسته و اوند بود اوند یعنی و حالا 20 چی بود 20 پس میشه این اوند توانسیش یعنی یک و بیست اینجوری یعنی بیست و یک خب حالا طبق فرمولی که به شما دادم بیست دو چی میشه؟ گفتیم از راست به چپ برعکس میگیم دو و بیست دیگه بس دو چی بود؟ توی بود توی اوند توانسیش بس بیست و دو میشه توی اوند توانسیش یعنی دو و بیست که میشه همون 22 دیگه خب طبق همین فرمول 23 چی میشه؟ میشه 3 و 20 دیگه میشه 3 سه و 3 و 20 3 و 20 24 چی میشه؟ 4 و 20 دیگه بس 4 چی بود؟ 4 و 20 4 20 25 چی بود؟ 5 و 20 دیگه همون 25

29 میشه 9 und 20 9 und 20 و بعد از 29 سی داریم که میشه 30 30 یا 30 جفتش درسته خب ببینید سی به این صورتی که 3 رو ور سه درای سه میشه 3 دیگه درسته یه سیک بهش اضافه میکنید سیک یا همون سیش پس میشه 30. چهل هم به همین صورت چهار رو ور میدارید یه سیک بهش اضافه میکنید یا سیش چهار میشه فی سیک فی سیک یا فی سیش خب فی سیک یا فی سیش میشه چهل پنجا هم به همین صورت پنج رو ور میداریم یه سیک بهش اضافه میکنیم پنج چی بود؟ فونف فونف سیک یا فونف سیش جفتش درسته شست چیه؟ شیش رو ور میداریم زکس درسته؟ یه سیک بهش اضافه میکنی ولی اینجا اسش رو هم هز میکنی زک زک میشه زش زش سیک زش سیک زش سیش زش سیش یا زش سیک جفتش درسته بس ببینید شست به این صورت شد که شیش رو ور میداریم زکس زکس اس آخرش هم هز میکنیم زک زک خب یه سیک بهش اضافه میکنیم حالا تلفظش هم فرق میکنه میشه زش سیک زش سیک زش سیش میبینید این سه ها صدای ش دیگه میگیره زش سیش یا زش سیک میشه شست هفتادم هم به همین صورت هفت رو بر میداریم زیبن حالا هفتاد هم مثل شسته ای این آخره زیبن رو حضر میکنیم زیب میمونه خب یه سیک بهش اضافه میکنیم میشه زیب سیش زیب سیک زیب سیک زیب سیش جفتش درسته هفتاد هشتاد به همین صورت هشت چی بود؟ آخت بود آخت رو ور می داریم؟ یه سیک بهش اضافه میکنیم میشه آخت 80، آخت یا آخت سیک جفتش درسته 90 هم به همین صورت نه چی بود؟ نوین حالا یه سیک بهش اضافه میکنیم میشه نوین سیک یا نوین سیش میبینید میشه 90 و صد میشه آین هوندرد درسته صد میشه آین هوندرد یک رو ور میداریم یه هوندرد بهش میدیم میشه این هوندرت حالا آین هم نگفتید نگفتی 100 نگفتی. 100 میشه صد خب حالا سی و یک تا سی و نو هم مثل همون بیست و یک تا بیست و نو بود که انجامش دادیم به همون صورته یعنی چی؟ یعنی سی و یک که میخواید بگید میگیم یک و سی سی و دو میگیم دو و سی و همین صورت بس میشه این اوند دقیسی سی و یک میشه 2 و 30

40 به همین صورت 41 تا 49 هم مثل همون 21 تا 29 یا 31 تا 39 به همین صورت 51 تا 59 هم به همین صورت 61 تا 69 هم به همین صورت 71 تا 79 هم به همین صورت 81 تا 89 هم به همین صورت 91 تا 99 هم به همین صورت همین فرمولش هستش خب یه نکته راجع به سی بگیم درای سیک یا درای سیش میبینید املاش فرق داره با حرف جدید بتا بود که گفتیم اسست هستش توی زبان آلمانی به صورت بتا نوشته میشه سیگ درای سیک باید به این صورت بنویسید ولی بقیهشون دیگه سیگش همونجوری با ست هستش فقط روی سی هستش که با بتا نوشته میشه درای سیک اینو دقت داشته باشید خب یه بار خلاصه وار این 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 و 100 رو فرمولش رو میگم به این صورت بود که گفتیم 20 همون 20 هستش 30 گفتیم 3 رو ور میداریم یه سیک بهش اضافه می‌کنیم، 3 چی بود؟ 3 و یه سیک هم بهش اضافه می‌کنیم میشه 3 سیک 40 چی بود؟ 4 رو ور میداریم یه سیک بهش اضافه می‌کنیم فیه سیک 50 چی بود 5 رو بر می‌داریم یه سیک بهش اضافه می‌کنیم فوم سیک 60 هم به همین صورت گفتیم 60 زکس رو بر می‌داریم اس رو حذف می‌کنیم زک میمونه و تلفظش هم فرق می‌کنه بهش سیک بزنیم صدای ش می‌گیره ز سیک خب 70 هم به همین صورت گفتیم زیبن رو بر ای ان آخرش رو حذف می‌کنیم زیپ میمونه یه سیک بهش اضافه می‌کنیم میشه زیپ سیک 80 هم به همین صورت اخت سیک 90 هم به همین صورت 90 100 که گفتیم ااین هاندرد یا همون 100. خب از 21 تا 29 هم فرمولشو گفتیم گفتیم از راست به چپ دیگه گفتیم میشه 1 و 22 و 20 اینجوری برای سی هم به همین صورت 40 هم به همین صورت تا 100 حالا من یه بار فقط میگم میشه ااین 20 یعنی 21 سو ااین 22 20. 23 20

8 اون زیسیک اون زیسیک و زیپسیک خب برای 71 تا 79 81 تا 89 91 تا 99 فرمولش همینجوری هست دیگه اینا رو نمیگم خودتون تو خونه تمرین بکنید خب رسیدیم تا 100 گفتیم که دهگاناش رو فرمولش رو گفتیم و گفتیم که اعدادش هم از راست به چپ باید بگید دیگه مثلا 41 42 43 دهگاناش هم که فرمولش رو گفتیم ولی از صد به بعد دیگه داستان فرق میکنه از صد به بعد اصلا 101 رو میگیم همون 101 یا 102 رو میگیم 102 خب به این صورته دیگه از راست به چپ نمیگیم همون 101, 102 میگیم مثلا میشه هندت آینز درسته یک چی بود؟ آینز دیگه درسته حالا هندت آینز میشه 101 حالا 102 دو چیه؟ دو چی بود؟ توای بود دیگ درسته؟ میشه 102 حالا 3 بود؟ 3 بود دیگه 103 میکنی درسته؟ 103 4 4 بود دیگه درسته؟ میشه درسته؟ 104 5 105 6 106 7 107 8 108 9 109 و 10 میشه درسته؟ 110 ببینید؟ همین جوری حالا 11 همین جوری 111 112 113

122 چی بود گفتیم هوندت که خودشه یعنی همون 100 22 دیگه درست میشه هوندت 22 یعنی 122 حالا 123 چی میشه میشه هوندت حالا 124 چی میشه میگیم 100 حالا 24 دیگه 24 الان یاد گرفتیم گفتیم فی اون میشه 24 حالا میشه هوندت فی اون 20 یعنی 124

199 و تا دویست میشه 200 خب 200 میشه چی؟ میشه دو تا صد تا دیگه میشه 200 300 میشه 300 400 میشه 400 500 500 600 600 میبینید 700 700 میبینید 800 800 900 900 و هزار میشه thousand thousand میشه هزار پس متوجه شدید دیگه مثلا 200, 300 تا 900 میشه دو همون دو ست میشه two hundred 300 میشه سه صد dray hundred 400 میشه چار ست فیه و مثلا 900 میشه نو ست دیگه درسته nine hundred و thousand که خودش هستش دیگه و مثلا الان یه عددی بگیم 251 و و خب 200 گفتیم چی بود؟ 200 51 هم که یاد گرفتیم گفتیم این اون فونسیش بس میشه 251 و و میشه 200 این اون فونسیش خب حالا یه مثال دیگه مثلا بهتون بدم مثلا 896 درسته؟ 800 گفتیم 800 دیگه درسته؟ 96 هم گفتیم 6 96 درسته؟ حالا میشه 896 میشه 896 خب عدد مختلفی رو برای خودتون بگید و حسابی تمرین بکنید بذارید این اعداد براتون جا بیفته خب رسیدیم تا هزار که گفتیم هزار خودش میشه تاوزند درسته؟ حالا هزار مثلا میخوایم بگیم هزار و یک مثل همون صد و یکه. میشه تاوزند آینس و مثلا هزار و دو مثل همون صد و دو بود

و 200 دو دوباره میشه 2000 دو تا, تا دیم میشه 2000 سه هزار میشه 3000 چهار هزار 4000, 4000. 4000. همینجوری جوری ده هزار مثلا میشه 10000 20000 میشه 20000 40000 میشه 40000 حالا 40000 رو پونزده مثلا میشه 40000 5696 مثلا 6000 میشه هنده تاوزند. میبینید صد هزار دیگه هنده تاوزند. یا مثلا نه هزار میشه 900,000 تاوزند. یا مثلا میخوایم بگیم نه هزار و میشه نهونده نوناننیسش تاوزند که بعد از اون میشه این میلیون. این میلیون حالا میخوایم بگیم دو میلیون میگیم سوای میلیون نن یا سه میلیون میشه درای میلیون نن حالا دیگه وارد اون بحثا نمیشیم حالا اینا رو حسابی یاد بگیرید که خیلی مبحث سنگینی و بسیار بسیار کاربردیه خب تمرین شماره دو میگه لیزن زی دی لاوت میگه لیزن زی لاوت با صدای بلند بخونه دی سالن این اعداد رو خب اولین عددی که به ما داده 45 دیگه گفتیم 45 رو باید از راست به چپ بخونیم یعنی چی میشه فونف اونت 40 خب گفتیم که 45 پنج یعنی 5 پنج و 40 دیگه 40 که گفتیم 40 پنجم گفتیم فونف دیگه حالا بینشون یه ومیاد میاد فونف اونت 40 این مثال خودش بود 45 پنج برای 54 پنج هم به همین صورت گفتیم چهار و پنجا دیگه چهار چی بود؟ فیه پنجا چی بود؟ فومتسیک درسته؟ پس میشه فیه اون فومتسیک برای سی و سه هم به همین صورت سی و سه میشه سه و سی دیگه درسته؟ سه چی بود؟ درای و اون درای سیک. درسته؟ گفتیم درای سیک رو املاش رو باید دقت بکنیم با بیتا نوشته میشه پس میشه درای اون درای سیک هفت گفتیم هفت و هشتاد بود دیگه پس هفت میشه زیبن و 80. بیست و نه گفتیم نه و بیست بود دیگه نوین اوند 20. هفتاد و دو گفتیم دو و هفتاد بود دیگه میشه توی اوند 70. می بینید این هم مثل 60 بود حواستین باشه نکاتشو رو گفتیم شست و یک گفتیم یک و شست بود دیگه آین اوند زیسیک میبینی نکته شست هم که بهتون گفتیم دیگه زیسیک و اون زیسیک خب ادامه میدیم تمرین درای آ میگه بایم برلین ماراتون شایبنزی زی دی چالن میگه بایم برلین ماراتون در ماراتون برلین شایبنزی دی چالن این اعداد رو بنویسید خب قبل اینکه بریم سراغ تمرین اونجا تو عکس نوشته سیل سیل یه اسم جدیده گفتیم که اسامی رو باید با آرتیکل یاد بگیریم جمعشون هم باید بدونیم بس میشه دست سیل یعنی چی؟ یعنی هدف در حالت مفرد دی سیله یعنی اهداف اه میگیره در آخرش در حالت جمع دی سیله یعنی اهداف خب برگردیم به تمرین میگه که این اعداد رو باید بنویسیم خب شماره یک میگه زکس

83 میشه 83 درسته؟ پس میشه 483 اونجا باید بینیسی 483 خب شماره 5 میگه 800 فی اون خب 800 گفتیم میشه 800 دیگه درسته؟ فی اون 26 میشه 20 فی میشه 4 بس میشه 24 بس میشه 824 800 فی اون خب شماره 6 میگه که

538 و آخری شماره 8 میگه الف 100 خب 100 دیگه الف هم 11 میگه بس میشه 111 111 خب ادامه میدیم درای b میگه هورن دی و شپرشن نخ میگه هورن بشنوید دی زالن این اعداد رو و, و شپرشن نخ نقش پرشن گفتیم چیه یعنی بعدش تکرار بکنید همینجور که میبینید بغل ادقای به عکس بلنگو کشته یعنی این قسمت سی دی داره و باید توی سی دی این رو گوش بدید خب متنش توی صفحه 188 هست که الان من براتون میذارم خب نوشته اوند این سیل به گروسن وی دی نومن زکس

خب ادامه میدیم اون بغل گوشه سمت راست اون بالا نوشته ام تلفون افت تو مساوی توای یعنی چی؟ ام تلفون یعنی در تلفن افت یعنی اغلب میشنوید به جای توای یعنی شماره دو میگن تو بس به جای توای شماره دو میگن تو وقتی که شنیدید تو همون شماره دو هستش توای یا تو خب یه اسم جدیدم اینجا داریم تلفن داست تلفن در حالت مفرد دی تلفونه آخرش ای میگیره دی تلفن در حالت جمع تلفن همون تلفن و دی تلفن یعنی تلفن ها افت هم اینجا صفت هستش قبلا داشتیم یعنی اغلب خب شماره 4 آ میگه هورن اون نوتیرن دی نومن میگه هورن یعنی بشنوید اون نوتیرن یادداشت بکنید دی نومن این شماره ها رو خب ببینید 5 تا مکالمه داده همینجور که میبینید بغل 4 آ بلنگو کشته یعنی باید روی سی دی این مکالمه ها رو گوش بدی ولی متنش رو تو صفحه 188 تو این کتاب گذاشته و من الان عکسش رو براتون میذارم و از روی اون مکالمه رو کار میکنیم ما باید این مکالمه رو گوش بدیم و اینجا شماره رو فقط بنویسیم یعنی شماره که تو اون مکالمه گفته میشه رو فقط باید بنویسیم خب قبل از که بریم برای مکالمه ها اینجا یه اسم جدید دوباره داریم دینومه در حالت مفرد یعنی شماره دینومن آخرش ان میگیره دینومن یعنی شماره ها خب بریم سراغ مکالمه اول پاول خب من یه بار مکالمه رو از بالا تا پایین میخونم هالو مقی هستو دی هن دینومه فون پاول یا دینومه ایست نول اینس زیبن زیبن ازو ن ز یا اوکی دنکه خب میگه هلو مقی سلام مقی هستو دی هندی نوم فون پاول آیا تو شماره تلفن همراه پاول رو داری بد جواب میده یا یعنی آره دی نومه ایست این شماره هست میگه سف یک هفت هفت دو پنج سه پنج پنج سه ببینید نکته دقت بکنید وقتی که میخواید یه شماره تلفن رو بگید باید عدد به عدد بگید همین باید بگید مثلا سف یک هفت هفت اینجوری بعد تو قسمت بعدی که اومده تکرار کرده اونجا میبینید گفت دویست ببینید این یارو نمیفهمه دیگه بعد عدد به عدد بگید مثلا اینکه بگه دویست درسته درست غلط نیست ولی هیچ موقع تلفن رو این صورت نمیگن همیشه عدد به عدد تلفن رو میگن خب بعدش میگه یا یعنی آره اوکی دانکه اوکی مرسی میبینید پس این مکالمه رو تمرین بکنید که حسابی یاد بگیرید که چه جوری تلفن یه نفر رو بخواید خب یه فعل جدید داریم هابن یه فعل بیقاعده هستش به معنای داشتن میشه ایش هابه یعنی من دارم دو هاست یعنی تو داری ار زی اس هات یعنی او داره وی هاون یعنی ما داریم ای هابت یعنی شماها دارید زی هاون یعنی آنها دارند خب اونجا تو قسمت پاول این شماره رو می نویسیم سفر و, هفت، و, سی و, پنج، پنج و تو قسمت پاول این شماره رو بنویسیم خب ادامه میدیم شماره دو مکالمه شماره دو هوایس خب همونجور که گفتم متن مکالمه تو صفحه 188 کتاب هستش خب من یه بار مکالمه رو از بالا تا پایین میخونم هابن زی دی تلفون نومه فون هرن وایس؟ ناین دی تلفون نومه هاوش نیشت ایش هب دی هندی 0174689731 danke sehr. خب میگه هابن زی دی تلفون نومه فون هرن وایس میگه آیا شما شماره تلفن آقای وایس رو دارین جواب میده ناین نه نا. دی تلفون نومه هابیش نیشت من شماره تلفنش رو ندارم ایش هاب دی هندی نومه من شماره تلفن همراهش رو دارم خب ببینید تلفن نومه یعنی شماره تلفن ثابت دیگه هندی نومه یعنی شماره تلفن همراه بعد شماره تلفنش رو میگه میگه صفر یک هفت چهار سه یک بعد در جواب میگه دانک زر یعنی خیلی ممنونم خب اونجا جلوی هوایس بعد این شماره تلفن رو یادداشت بکنیم ص 174 689 731 خب ادامه میدیم مکالمه شماره 3 فراو تانا خب من یه بار مکالمه رو میخونم ویستی هندی نومه فون فراو تانا فراو تانا هد کین هندی اخ میگه ویس دی هندی نوما فون فراو تانا یعنی چجوری هستش این شماره تلفن همراه خانم تانا یعنی شماره تلفن همراه خانم تانا چی هستش فراو تانا هات کاین هندی یعنی خانم تانا هات کاین هندی یعنی هیچ تلفن همراهی نداره بعد تعجب میکنه آخ سو بس ببینید اینجا دو تا نکته وجود داره یه نکته کاین هستش یعنی به معنای نداشتن ببینید ما با نیشت این رو منفی میکردیم دیگه ولی کاین یه گرامر داره مخصوص خودش سر جاش براتون توضیح میدم ولی اینجا بدونید که کاین جمله رو منفی میکنه وقتی میگه هات کاین هندی یعنی هیچ تلفن همراهی نداره و نکته دوم اخزو هستش اخزو به همین صورت بعد دیگه اخزو میدونید اینجوری باید بگید خب یعنی وقتی که تعجب میکنه یه چیزی رو که فکر میکردید که آ اینجوریه ولی متوجه میشید نه اونجوریه یعنی فکر میکردید آ فقاوتانه تلفن همراه داشته ولی میگه نه تلفن همراه نه و تعجب میکنید خب جلوی فقاوتانه هیچی نباید بنویسیم چون تلفن همراه نداشته خب بریم سراغ مکالمه چهارم شپراخ شوله یعنی مدرسه زبان خب من یه بار مکالمه را بالا تا پایین میخونم این لگون یا دی 0711 38 38 33 38 38 33 ja genau vielen dank خب میگه mir enchu legung yani bavxshit haben sie die Nummer von der sprachschule ay شما این شماره تلفن از مدرسه زبان رو دارید یعنی شماره تلفن مدرسه زبان رو دارید بعد جواب میده یا آره دی این شماره هست صفر هفت یازده سیو های، سیو های، سیو 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 سی های سی های سه بعد میگه سی های های سه بعد میگه یا گناو آره درسته دقیقا بعد در جواب میگه فیلن دانگ یعنی خیلی ممنونم خب لغت اول جدید اون انچول لیگونگ انچول لیگونگ یعنی ببخشید هر موقع مثلا میخواید یه سوالی از یکی بپرسید یا میخوای توجه یه نفر جلب بکنید یه چیزی ازش بپرسید از کلمه انتشولگونگ یعنی ببخشید انتشولگونگ ببخشید کلمه دیگه گناو هست گناو یعنی دقیقا گناو یعنی دقیقا هر موقع میخواید تایید بکنید یه چیزی رو و در نهایت آخرین کلمه ای که ما داریم کلمه فیلن دانک فیلن یعنی دانگ خیلی ممنونم فیلن دانگ یعنی خیلی ممنونم خب تو قسمت شپرخ این شماره تلفن 0711383833 رو می نویسیم خب میریم برای مکالمه آخر شماره 5 خب همینجور که می بینید نوشته بیت بعد جلوش نوشته فوروال بعد نوشته تلفن نومه ببینید اینجا یه لغت جدید داریم فوروال مثل همون کد داخلی هستش مثلا دیدید یه شماره تلفنی یه اداره ای رو میگیرید بعد میگه مثلا داخلی فلان رو بگیر خب این داخلی فلان همون فوروال میشه به آلمانی فوروال یعنی همون کد داخلی به تحدیتس این تلفون و ویس دی نومر دی فوروال است 02552 یا و دی نومر دی نومر است 2. 2. 20, 31, 23, nein. 2, 0, 3, 1, 2, 2. Dankeschön. خب میگه بیرت هات یتست این تلفن میگه بیرت حالا داره یه تلفن یه شماره تلفن داره بعد میگه اون وی ایز دی نومه میگه و حالا چه جوری هست این شمار شماره تلفن شماره تلفن چنده منظورش اینه میگه دی فور وال ایست میگه کد داخلیش هست صفر دو پنج پنج دو بعد میگه یا یعنی آره اون دی و شمارش میگه دی نومه ایست شمارهش هست سوای نول درای این سوای سوای میگه دو صفر سه یک دو دو بعد اون میگه دو صفر رو اون میگه سوانسیش یعنی بیست بعد 31 و اون میگه چی؟ این اون درایسیش یعنی سی و یک درسته؟ بعد دو دو رو میگه درای اون توانسیش. میبینید؟ همه رو داره غلط قلوت میگه بعد میگه که نه نه نا. این نیستش میبینید اگه شمار تلفن رو اگه دونه دونه نگید مثل این یارو مثلا اینجوری دهکان دهکانی بگید خب اشتباه میشه دیگه خب بعد میگه نه تو یعنی همون توی دو 0 یعنی 0 3 سه 1 یک 2 همون 2 یعنی دو 2 2 یعنی همون دو بعد در آخر میگه دانکشون میگه خیلی ممنونم خب همینجور که دیدید فوروال آرتیکلش چی بود دی بود دی فوروال و یه لغت جدید دیگه داریم دانکشون همون مثل فیلندانگه دانکشون فیلندانگ یعنی همون خیلی ممنونم خب برمیگردیم اینجا تو قسمت فوروال بعد 02552 و دو رو بنویسیم و در قسمت تلفن نومه یعنی شماره تلفن بیس, بیس دو دو رو برای خانوم بیرته بنویسیم خب ادامه میدیم شماره چهار ب میگه فاگن اوند انتورتن زی نوتیرن زی دی نومن میگه فاگن اوند انتورتن زی یعنی سوال جواب بکنید از هم دیگه نوتیرن زی دی نومن این شماره ها رو یادداشت بکنید خب گفته که وی ایست ایغ فوروال؟ وال میگه چجوری است این کد داخلی تو بعد میگه ماین فوروال وال ایست بعد یه عدد مثلا بگه عدد پنج رقمی میگه ماین فوروال وال ایست یعنی کد داخلی من هست بعد مثلا همون عدده رو میگید دیگه خب این مثلا در حالت رسمی هستش دیگه در حالت غیر رسمی میشه V is dine فوروال یعنی چجوری از کد داخلیتون بعد میگی که mine فوروال ایست is بعد دوباره یه عددی میگید تمام این مکالمه ها رو توی 4A حسابی برای خودتون تمرین بکنید جا بندازید و اعداد رو حسابی تمرین بکنید اعداد بسیار سخت هستش و بسیار بسیار کاربردی هستید اعداد رو حسابی روش کار بکنید و براتون جا بیفته از دوستانی که هنوز کانال خودشون سابسکرایب نکردن خواهش میکنم برن پایین همین ویدیو بکوبن دکمه سابسکرایب و بیان تو جمع ما تو ویدیوی بعدی صفحه 25 رو ادامه خواهیم داد سمت چپ و راست من دو تا ویدیو اومده دست راستیه لیست پخش تمامی قسمت های آموزش زبان آلمانی سطح آ 11 از روی کتاب پلوس پونک دوچ و دست چپی بهترین و محبوبترین ویدیوی کانال هستش به انتخاب خودت بزن رو هر کدوم که دوست داری تماشا بکن